السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بعدد ما أحاط به علمه الله ينتقني بالهدى والهم للتقوى يك حديثي حتما شنيديد ما اینو میخوایم نخنخش کنیم برای امت چیز قشنگیه حدیث که شنه دیدنم. حدیث در کافیه از مهمترین کتاب شیعه بعد از قرآن و نهج و صحیفه مهمترین کتاب ما کافیه قال ابو عبدالله علیه السلام امام صادق فرمود ابو الله در روایات امام صادقه در ازاداریا یا ابو عبدالله امام حسینه ابو عبدالله حدیث اگر حدیثی داره عن ابی عبدالله یعنی امام صادق فرمود که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل نزل به ارض قرقاء قرقاء پیغمبر وارد یک زمینی شد که کبیر بود گیاه نداشت لا نبات فیها نبات نداشت نباتات فقال لأصحابه به اصحاب فرمود اعتو اعتو به حتبن بیارید فقالو یا رسول الله نحن به ارز قرعا زمین چویره هیزم توشنی ما به من حتب هیزم نیست چویره قال فرمود فلیعت کل انسان به ما قدر هرچی میتونید برید تاب بخورید هر چی تونستید کم زیاد جمع کنید فجا او به رفتن هر کدوم یه یه سیر دو سیر هیزم آوردن و حتی رم او بین ایده رختن پلو پیغمبر گفتن ای هیزم بعد او علا بعد رو هم رختن پیغمبر فرمود حاکزا تشتم از دنوب گناهانم ای طوری جمع میشه اول میگه من گناه نکردم اما اگر دقت کنید همه تون انواع گناه ها رو کردید ولی توجه نداشتید شما اول گفتید تو این بیابون چیزی نیست ولی وقتی دقت کردی دید چیز پیدا شد حاکزا تشتان سن مقال فرمود ایاکم و المحقرات من از دنوب موضع باشید گناه کچولوه رو گناه بزرگار آدم یادشه مثلا ده میلیون افالانی خریفته بیس میلیون افالانی خریده فلانی چاقو کشید فلانی گناه بزرگار یادشه اما یه گناهانی کوچیکه ولی مثلا یک فقیری میاد، آدم رو فقیر مثلا تشر میزنه شبم که میخواد خوابه فکر نمیکنه گناه کرده چیزی نیه حال برو تا دیگه نمیخواد حرف بزنی خفه شو ممکنه یک کلمه گفته بشی پلو خود چاق و کشی نیست کشت و کشتار نی اما به یک مسلمونی به یک انسانی گفته خفه شو یه رقمی گناه جمع میشه ای یاکون و من الذنوب فان لكل شيء طالبا الا ان طالبا تو ما قدم و و بكل شيء احسنه في امام مبين یه حدیث ساده منم از بچگی با کم زیادش این حدیث شنیدیم شاید کسی نباشه که یعنی کم کسی باشه که این حدیثو نشنیده باشه پیغمبر تو زمینی بیابون کبیری که گیاه نبود به اصحابش فرمود برید تیزم جمع کنید گفتن اینجا کبیره فرمود برید دقت کنید دقت کردن هر کدوم یه مقدار آوردن رو, رو هم رختن یه انبوه ایزام شد از این حدیث نکاتی در میاد که برای دانشگاه برای آموزش پرورش برای همه منخد. یک آموزش های پیغمبر اردوی بوده چون این اردو بود کلاس و درس و میز صندلی و کامپیوتر نبود یعنی اگر کسی خواسته باشه مردم رو تربیت کنه تو بیابونام تربیت میکنه تو آب تو خشکی حضرت خیز چند تا چیزی میخواست یاد موسا بده یه تیکشو تو خشکی یاد داد یه تیکشو تو آب یاد داد چشتی رو سراخ کرد یعنی همه جا کلس درسه انسان اگر خواسته درس بگیره از همه نصف شما بخونم نصف شما بخونم برگ درختانه اگر کسی هوشیار اگر کسی هوشیار باشه این مهمه این ما باید استفاده کنیم از همه فرصت ها استفاده کنیم آموزش اردوی آموزش بیابونی آموزش تجسمی چون این نمایش بود آموزش عملی آموزشی که پر کردن ایام فراغت خب نکاتی که من از این حدیث استفاده کردم بر امت خوبه اینه اول که این ماجرا مال جنگ هنین بود در جنگ هنین مسلمان پیروز شدن وقت پیغمبر داشت از این بر میگشت فرمود برید هیزم جمع کنید فرمود گناهانتون هم همین تو جمع میشه یعنی چه یعنی گرچه در هنین پیروز شدید اما مغرور نشوید که با اینکه رزمنده پیروزم هستید اما اگر دقت کنید یه گناهانی رو انجام دادید این تنظیم باد خیلی مهمه امام سجاد علیه السلام یه دعا داره چنون نخنخ میکنه زندگی خودشو خدایا اگر کسی به من سلام کرد من از جوابش کوتاه کردم منو ببخش شما تا گفتی خدایا اگر جواب سلام کسی رو منو ببخش شما فقط میگی گناهانو ببخش باز میگی گناه های گناه های دونه درشت اما جواب سلام واجبه جواب سلام ندادی جواب سلام رو یا میگه خدایا اگر کسی خلافی کرد از من اصخایی کرد و من او رو نبخشیدم من رو ببخش یعنی کسی اومد گفت من رو ببخش ببخشش چون او اقده خودش شکسته که اومده پالو تو میگه آقا من حلال کن من رو ببخش نخیی من تو رو نمیبخشم برو دیگه نمیخوام من آقش میکنم شیرم بهش حلال نمیکنم خدا جوان مرگش کنه انشالله با عروس هر دو بیفتن تو دره خانم تو که مذهبی هستی چادر سیاس میتونی بگی انشالله عروس و بیفتن تو دره به خاطر که از شما اجازه گرفتن بله پسر خوب دختر خوب باید با اجازه باشه اما حالا اگر این پسر غلطی کرد و اجازه نگره وقت شما میتونی بگی شیرم حلال نفرینش کنی تند روی ها گای مذهبی ها صدها گناه میکنن که خودشون هم توجه ندارن که این گناه بود بابا اسلام حق داده به پسر که خودش مورد انتخاب کنه ادب اقتضا میکنه به پدر مادرش بگه حالا اگر این پسر بی بود معنای بی ادبی پسر نفرین مادر نیست خدا یا اگر کسی از من عذرخواهی کرد من نپذیرفتم ببخشش هر کس شما عذرخواهی کرد ببخشدش ورم نرید چی گفتی کجا گفتی چرا گفتی حق نداشتی بگی حالا تو ببینم همون فوری ببخشیدش خب انسان در جنگ کدوم جنگ بود اسم جنگ چی بود حنین انسان در جنگ وقتی پیروز میشه خطر غرور هست ولذا خدا میگه اذا جاء نصر الله والفتح و, و رأیت الناس کمک کنید یاد خلون فی دین الله افواجا اگر دیدی اذا جاء نصر الله اگر نصرت خدا اومد یعنی پیروز شدید والفتح فتح و پیروزی اومد از جان نصر و فرد و الناس یدخلون فی دین الله افواجا مردم گروه گروه اومدن مؤمن شدن میگه فسبح به حمد الله بازم تسبیح کن و استغفر هم بکن نگو ما که پیروز شدیم دیگه چه گناهی کردیم ممکنه در جنگ هنین و هر پیروزی غرور باشه اینو باید انسان با یاد خدا خودشو معطر کنه گاهی وقتا عزت اجتماعی با آدم غرور میده امام مثلا میگه خدایا اگر تو جامعه عزیز شدم باورم نیاد خودم خودم کوچیک بدونم عربیش هم بخونم الهی فارس عربی ها رو دقت کنید میفهمید چون خیلی از عربی ها فارس میفهمن الهی رو بله الهی یعنی خودمون. لا ترفعنی فناسه درجتن ناس یعنی مردم درجم یعنی درجه خدای من و بین مردم درجه بالا بردی باورم نیاد خودم پلو خودم خودمو کوچیک بدونم یعنی هرچی تو جامعه برم بالا در درون خودمو بالا احساس نکنم آقا کارشناس ارشد پروفسور استاد دانشگاه خب استاد دانشگاه 500 تا کتاب خونده میلیون ها کتاب نخونده <تصفح> به نخونده ها نگاه کنیم که چقدر ما باقی داریم به خونده ها نگاه نکنیم که من فارغ التحصیلم آقا با 100 تا کتاب که آدم فارغ نمیشه میگه زن حامله که فارغ شه زن حامله زاید فارغ میشه <تصفح> انسان از تحصیلی فارغ نمیشه امام سجاد میگه خدای هر چی تو دام عزتم میدی در درون خودمون کوچیک بدونم. خب زیارت جامعه بهدرین یا از بهدرین زیارت هست؟ مال امام دهم ده امام هادی علیه السلام قشنگ امام معرفی کرده که ای امام تو اینی تو اینی 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 متا قبل از از جامعه میگن بگو صد بار الله اکبر الله اکبر صد بار بگو الله اکبر بزرگ چرا بلکه که وقتی به امام میگی که تو اینی تو چنینی 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 چنینی, چنینی، نکنه خدا باشه نکنه خدا باشه میگن اول بگو الله اکبر خدا بزرگتره اینا بنده خدا متا بنده خدا هستن که مقام زیاد دارن در مفاتیح اومده که صد بار الله اکبر بگو برای که یه وقت این تجلیل از امام تو رو از خدا جدا نکنه علی اللهی بشی این که انسان باید موازه به خودشم باشه من یه جا وارد میشم میگن سل محمد یار امام خوش آمد خب مردم میگن من دیگون خود آدم ها میگن اما حضرت عباسی دو رکت نماز با توجه خوندی تو تلویزیون غرور با آدم میده بله من سال هاست تو تلویزیونم حضرت عباسی اگر تلویزیون نبود حاضرین مثل روحانیون مستقر بره توی روستای گمنام کار بکنی یا چون تو تلویزیون بول زبونی میکنی یعنی هر وقت یه صحنه ای بره غرور پیش و من نقاط ضعف تو پلو خودت مانور بده که باد نگردم مثل لاستیکا ماشی باد تنظیم باد که حالا پیغمبر اینا رو تنظیم باد کرد شما رفته جنگ هوننگ برگشتید فکر نکنه دادم خوب هستید مثل این کویر چطور دقت کردید ما پیدا شد دقت کنید هزار تو ای پیدا میکنید. یه آیه داریم تو قرآن همش میگه به اذنی به اذنی به اذنی سه مرتبه میگه با اجازه من با اجازه من با اجازه من آیه مربوط به حضرت عیسی است قرآن میفرماید مائده 110 میگه تخلق من که هیئت الطیر به اذنی فتنفخ فی فتکون طیرا به اذنی تبرئ الاکم و تبر الابرس به اذنی تخرج الموتا به اذنی چهار بار میگه با اجازه من عیسی مجسمه گنجش بساز فوتش کو میپره منتها با اذن من کور مادرزاد و دست بکش بینا میشه به اذن من یعنی او جاهایی که پیغمبر معجزش ممکنه مردم اه اه این مرده رو زنده کن نکنه خداست جاهایی که ممکنه طرف اوج بگیره اوج بگیره این خودش باید یه تذکری به خودش بده که این غرور نگیردش حالا تو قرآن آیاتی داریم میگه که سبح الله سبه مازیه آیات داریم یو لله الله آیات داریم سبحان اللوی هم مازی هم مزاره هم مستد سبه یو سبه سبحان حسی سبه الله ما فی سماوات و ما کل حسی سبحان الله میگن یعنی چی یعنی آقای قرائتی اگر نصف شب پا شده نماز شب خوندی فکر نکنی کسی هستی تازه مثل یه شین هستی این برگ هم سبحان الله میگه این برگ هم سبحان الله میگه این؟ بله سبب الله ما فی السماوات و ما فی الارض ما فی السماوات این هر چی در آسمون هاست و هر چی در زمین است سبحان الله میگه خب من نمیفهم ولی تو نمیفهمی قرآن گفت تو نمیفهمی ولیکن لا تفقهون تسبیحا تو نمیفهمی ولی سبحان الله میگه چرا میگه میگه یه نگا دو دفعه سبحان الله رو گفتی باد نگیرید باد نگیرید حالا همه جا آموزش نیاز به کلاس و سالون آزمایشگاه نداره پیغمبر کلاسش رو تو بیابون تامین کرد کسی اگر جوهر معلمی داشته باشه و جوهر شاگردی داشته باشه از ساده ترین کارها استفاده میکنه یه بار پیغمبر رسید به زمینی یه خط کشید رو زمین خط مستقیم بعد از بغل خط مستقیم فرض مثل عصا از بغل خط مستقیم دو خط کشید ایور 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 بعد مردم فهمون ببینید و بسری تخت سیاهش کرد گفت ببین خط مستقیم یکی بیشتر نی از خط مستقیم هر که کد بره یا ای بر میره یا ای بر میره یعنی میخواست یه چیزی رو مرموز کنه همه جا آموزش و تعلیم نیاز به کلاس و سالن و آزمشکا نداره همه جا آموزش نیاز به تأمین اعتبار نداره اگر جوهر باشه با نبود امکانات هم آدم به هدفش میرسه حاجه احمد آقا میگفت میگفت امام هیچ وقت کتاباش از دویسته بیشتر نشد کتاب امام دویسته کتاب بیشتر نشد این کلام من از حاج احمد آقا شندم خدا رحمتش کن ولی محسن قرتی پنشش هزار جد کتاب داره او جوهر داشت با دویستاد امام شد و مرزه شد دنیا رو هم تکون داد من چون جوهر ندارم آدم تاریک و سلات کاشونی ها میگن نمیدونم شما میگید نه کاشونی ها میگن آدم تارک و سلات مرو جمع میکنه یعنی ضعف خودش رو با امکانات درست میکنه سال میاد و میره یه مهمو تو خونش نمیاد اما لوسترش هر رو گردگیری میکنه دو چه میکنه چون اتاق پذیرایی مثل عروس بلنه. کسی نمیاد بشینه کسی نمیاد چیزی بخوره یا یعنی اتاق ساده داره هر هفته به مردم منطقه فامیلاش سور میده قضا میده انسان نباید سطحی نگر بشه. با نگاه سطحی بیابون هیزام نداره این نگاه سطحی بود عمیق شو عمیق شو شدی نگاه سطحی نف چیه نف همینی که تو چراغه خب این نگاه سطحیه نف چیه دنیای پتروشیمی میگه از نف هزار تا چیز درست میکنه با نگاه سطحی قراتی میتونی با دو نه بابا من دیگه اخیراً با اصل رو میدم چمبرم زانوم درد می‌کنه یه گرگ دنبالم کنه 30 کیلومتر یعنی هنوز خودمون ناخونک نزدیم ببینیم چقدر توان داریم واقعا لیسانس های ما بیش از لیسانس نمیتونن باشن حضرت عباسی یه لیسانس های ما یه دیپلوم ها بیش ازی نمیتونن باشن بهتر ازی نمیتونن باشن به خدا میتونن لیسانس حد اقل نه حد اکثر دیپلوم حد اقل نه حد اکثر پیغمبر جوهر داشت از هیچی چیزی درست کرد از هیچی چیز درست که من به فکر رفتم که جاهایی که مردم رو خندوندم از تلویزیون بیاریم بیرون خودم که وقت نداشتم دو نفر از عزیزان ما تحصیل کردن بودن یکشون پزشک بود یکشون فوق لیسانس بود اینا اومدن سه سال بحث تلویزیون نگاه کردن قسمتی که مردم خندوندم قیچی کردن خنده های حکیمانه خنده های حلال ما الان که میخوایم بخندیم سر به سر هم میذاریم مسخره میکنیم لحجه هم دیگه رو ادا در میاریم اصلا بلد نیستیم بخندیم بلد نیستیم گریه کنیم گریه‌مون هم سطحیه یه یعنی نفر بود مفاتی که دست میگرفت میگفت مفاتیح الجنان شیخ عباس آقا چاپ افسد گفتم <applause> چاپ افسد که گریه نداره به خوب گریه کن یعنی حتی همون جلدش گریه میشه ما نه بلدیم بخندیم نه بلدیم بگریم ما تواناها رو کشف نه ببینید این ماشینی که سوارش شده پنج تا کار شد رو ماشین شد ماشین ماشین چگونه ماشین شد ماشین چگونه ساخته شد یک اول کشف معدن معدن کشف کردیم آهن کجاست کشف معدن دو استخراج معدن سه زوب معدن چهار بعد از زوب قطع سازی پنج اتصال قطعات منتاج اتصال قطعات شد ماشین کشف معدن استخراج معدن زوب معدن قطع سازی منتاج حالا همینطور که ماشین ساخته شد انسان چطور ساخته میشه انسان انسان چگونه ساخته میشه یک خودمون کشف کنیم شما بیش از این نیستی بهتر از نمیتونی باشی استخراج یخرج هم من از ظلامات ال نور نمیتونی خودت خارج کنی از آداب و رسوم و تعصبات جاهلیت خودتونو رو ذوب کنیم با توبه با انابه با عشق با مناجات قطع سازی کنیم هر کسی هر جاها خودشو بسازه خودسازی تقوا افراد متقی به هم متصل بشن میشه جامعه اسلامی یعنی همون کاری که ما رو جماعت کردیم شد ماشین همون کار رو آدم کنیم آدم هم میشه آدم پیغمبر ما چی کشف کرد آدم ها رو کشف کرد اینجا بیابونه هیزم هم نیگر برید پیدا کردن قطعات رو هم انداختن رو هم ریختن و تفرقه انسان را ناپدید میکنه ولی وحدت به انسان هویت میده چوبای ریزی که جمع کردن برای پیغمبر این چوبا وقتی جدا بودن پیدا نبودن اما وقتی متصل شدن شد یه بار هیزم یعنی چه؟ تفرقه وقتی چوبا از هم جدا پیدا نیستن وحدت به انسان هویت میده انسان از توان خودش هم غافله که گفتم گرگ به دوستی که رو دوده ما من. انسان خودش هم از توان خودش غافله حضرت عباسی فرهنگیان ما اساتید دانشگاه ما ببین متحری 52 دو کتاب داره سالم پنج و دو هفته نمیشه اساتید دانشگاه تصمیم بگیرن هفته یک کتاب متحریر بخونن دو هفته یک شو خونن. دو ساله همه کتاب ها میشه خون پیغمبر بدون مقدمه گفت برسیزم جمع کنید بدون مقدمه بدون تبلیغات وقت صحنه ها در ذهن میمونه اگر همه تو پیغمبر مومد که بسم الله الرحمن الرحیم همون گونه چه های متفرق جمع بشه انبوه میشد گناهان شما هم جمع بشه انبوه گناه میشه اگر سخن رو از ذهن پرید از ذهن پرید اما اگر با یه حادثه رخ داد او حادثه تا آخر عمر میمونه تو ذهن من اگر شما یه عمری منو با امامه ببینید تو ذهن قرائتی بله میشناسمش اما اگر یه بر اومدم برم تو جاده دیدم ای ماشین شما تو گیر فرو رفته ترمز کردم چتونه والا ماشینم فرو رفته نه تناب داریم نه زنجیر میگم والا ما هم تناب زنجیر ندارم ببین امامه من نوه ببین شاید کار تناب ازش بیاد ببین حالا شاید امامه من شما رو نجات داد امامه باکنم کنم به جای تناب ماشین شما رو بکشم برو تا آخر عمر این ماشینی که تو گیر رفته من فراموش چی نمیکنه تا آخر عمر یه چیزی رو باید همراه با یه حرکتی انجام داد یه حرکت تو میمونه حرکت خلافش هم میمونه یه کسی خلاف حرکت کنه اینم تو ذهنم میمونه یه بنده خدای سخنرانی که میگه حرکتاش خلاف حرفاش بود مثلا میگفت یوسف در چاه رفت پیغمبر هم معراج رفت یعنی هر چی میگفت زبونش با حرفش فرق میکنه این حرکات تجسمی خیلی مهمه این هیزم جمع کرده تو ذهنا موند ساده ترین مردم هم میفهمن پیغمبر ولا قدی اصلا بعضی خوششون میاد علمی حرف بزنن در روند تکاملی تاریخ در روند تکاملی تاریخ فنی شد بگو آقا همینطور که پیش میریم همینطور که پیش میریم یعنی چه یعنی در روند تکاملی تاریخ خیلی چیزا اصطلاح و علمیش میکنیم علمی نما میشه ولی علمی نیست فکر کنیم عبارت ها رو عوض کنیم علمی شد به یک چیز گفتن قرقاول تو عربی چی میشه یه خوده فکر گفت قرقاول در عربی میشه القرقاول القر، فکر مثلا اگر البیزره الان کتاب دانشگاه میتوره حرفای غربی رو ترجمه میکنن تو کتاب دانشگاه یه قاره صادق هم بهش میچسبونن فکر من دیگه علمی شد مثل شما بری یه جای ببینی یه آدمی همه کاراش منحرف و یه عکس امام خمینی هم بالاست با عکس امام خمینی مشکل حل نمیشه با القرقاور عربی نمیشه ساده حرف بزنیم هم ساده مردم میفهمن هم اولوالباب میپسندن گناهان کوچیک و کوچیک نشمارید جنبشه زیاد میشه ببین تیک کوچیکه اما همین تیق بره توی پای پهلوون دیگه نمیتونه رو بره نگید ای که چیزی نیست گناه کوچیک کوچیک نیست گناهان کوچیک حدیث داریم بچه ها رو کوچیک نگاه نکنید همین بچه ها مردان آینده هستن همین بچه ها تو ذهنشون میمونه خیلی ها به من رسیدن خیلی ها. گفتن آقای غلطی ما سی سال پیش 20 سال پیش نمیدونم کمتر بیشتر با تلویزیون میشستیم درس از الان چهار سوالی که شما تر کردید ما از اون چهار سال جایزه گرفتیم ما جایزه چیه اگه خودکار گرفتم مثلا حالا یه خطکش گرفته اما این تو ذهنا میمونه تو ذهنا میمونه آموزش دین باید همراه با خاطره باشه خاطرات شیرین اشاره میکنن وقت تموم شد خیلی خوب پیغمبر تو بیابون ایام فراغت رو پر کرد تأمین اعتبار نداشت جلو غرور مردم رو گرفت که فکر نکنید در جنگ بگید هنه این پیروز شده دیگه عیبی ندارید بادم دقت کنید عیب دارید با این که یدخلون فیدن الابواجا بعدم استغفار کن اگر در بیرون عزیز شدی در درون خودتو بشکن که تنظیم باد کنی اینا است که از این حدیث در میاد خدا یا تو خودت میدونی چقدر گناه ریز کردیم که به ذهن اونم نی گناهه به بگه شما سنگ یک کیلو پرت کنی کله تیسی بشکنه یادته اما اگر یه شن نونای سنایی نون که نون سنگه که بوده اگر یه اینو پرت کنی ای که چیزی نیست که وقت خدا اگر سنگ یک کیلو پرت کنی به کله من بخوره نه بگی معذرت میخوام میبخشه من. اما اگر یه شن پرت کنی بگو ای چیزی نیم من نمبخشم. یعنی گناه بزرگیه که عذرخواهی کنی خدا میبخشه گناه کوچیکی که بگی که چیزی نیست خدا نمیبخشه یا عالمی بود در اصفهان به نام حاج ارباب از علمای درجه یک اصفهان بود من جوون بودم رفتم دیدنش گفتم چطور افرادی بد عاقبت میشن یا عمری خوبن بده یه بار بد در میاد ایشون یه خود فکر آلم که عالم درجه یک اصفهان بود یه خوده فکر که گفت اون چطور بیار آوردمو گفت اونجا رو باز گفت گناهان کوچولو که آدم بگه ای که چیزی نیست اینو خدا نمیبخشه مثل میکروب کوچیک میگه ای چیزی نیست ولی همین چون میگه چیزی نیست به دکتر مراجعه نمیکنه همین میکروب اینو آفا در میاره این گناه کوچولو ها آدم بد عاقبت میکنه خدایا همه ما رو از همه خطرات حفظ بفرما و سلام علیکم و رحمت الله